ول گای، سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از ما. بچه‌ها امروز به باغ پرندگان تهران تو جنگلای لویزان اومدیم. بچه‌ها اینجا بزرگترین سازه کابلی دنیاست و مساحت حدوداً 20 هکتار فضای اینجاست و حدوداً 2500 تن وزن این سازه فلزی عظیمه، حالت که قفس میمونه و حدوداً 90 کیلومتر هم طول کابلای این سازه است. یعنی حدوداً از تهران تا قم یعنی 70 کیلومتر اطران تا قوم، یعنی فاصله این کابل. بچه اینجا حدوداً 4000 پرنده داره در 2000 گونه مختلفی از ماکیان، پرندگان جمسیری، گنجشکا، کبوترها و انواع اقسام توتیان اینجا هست و آمادم برم سراغ تکشک معرفی برای شما. بریم. بچه ها هزینه بلیط برای بزرگسال نفری 60 تومانه و کودکان زیر 4 سال هم بلیط نمیدن اینجا. اینجا کلا پرندگان آزادن. قسمت های خیلی خاصیه که پرندگان تو قفس هم معمولا آزادن و قشنگ میتونیم باشون تعامل داشته باشی و یه قسمت هم هست قسمت تاچ بردز که میتونیم لمس کنیم پرندگانو. قسمت های مختلفی داره، تک تک دویتون نشون میدم. حتما تا انتهای ولگ همراه ما باشید. بریم به سمت دریاچه و زیستگاه صخره. بچه ها این مرغ شاخداره از خانواده ماکیان و اونم که یه مدل اردکه، اردکای وحشی. چقدر فضای این پارک قشنگه. جالبش که کلن تو قفسه، کلن ما توی قفس محصوریم و اگر پرنده یا هوس کنه بره نمیتونه. این مرغ شاخدار ما شروع کرده به خوانندگی، صدات خیلی قشنگه. برای کانال ایمان اسپیتفن حتما کنسرت بذار برای بچه های ما. طاووس آلبینو چقدر خوشگله، واقعا مثل پرنده های بهشتیه. چی شد؟ واسه کانال ما داره خوش آمدگویی میکنه بچه کانال. اینا ساکت بودن همه تو مرا دیدن. بچه این کابوس، این طاووس آلبینوه و با اون طاووسای رنگ فرق داره و به ندرت رنگ آلبینو پیدا میکنه. تو همه پرنده آلبینو هست. خیلی نزدیک خوشگل تره تا ویدیو. بچه واقعا اینجا یه تیکه از بهشته. واقعا تو اینجا یه باغی که هستی کلا سقف پوشیده است و تک تک پرنده اونجا پرواز میکنن به صورت آلبینو. بچه ها حتما بیایید ببینید حضوری، خیلی زیباست، یعنی حس خیلی خوبی داره پروازشون. مرغ حواسیله این، نمیدونم بین این طاووسا چیکار میکنه. دوربین ما هم قشنگ سلام کرد. چه قشنگ واقعا زیباست. بچه ها اینجا طاووسا مادن، ماده ها دومشون بزرگ نیست. یک کپ کم اینجا بین این طاووسا و مرغ شاخدارا داره میره. طاووس هندی ماده است که فرار میکنه میریم سمتش. بچه این بلبل خورماه راسته گنجیستانانه و خیلی باحالم هست. تو تهران هم خیلی میبینی، تو شهرتون هم خیلی هست. این هم نقشه مسیر که ما الان از اینجا وارد شدیم، میریم کل این مسیر رو بهتون نشون میدیم. در مسیر صخره‌ای هستیم. صدای چی؟ این طاووسه هست. این طاووسه هندیه. وای اون پراشو وا کرده بچه ها اون طاووسه. بچه ها این توتی، میگم توتی، این طاووس هندیه و مادهش هم هست و اینجوری با همون توی مراقبه داشته باشیم. بیا عزیزم قشنگ میخوره دست دستین. پایک ندارم. این کپک خوشگل بچه رفت. رفتش. پایست کپک بقل گلا نشسته بود. بچه ها یه ویو قشنگ از دریاچه داریم این قسمت. هنوز دقیقا بقل دریاچه نرسیدیم. با این دوتا توتیه رو خودم برای خب یه نمایی از دریاچه داریم از اینجا. این یه چیزیه که اصلا نباید الان اینجا باشه. چی بود؟ اینجا کلی لونه هست رو دیوار، نمیدونیم چی توشه. اتوش بگیرم؟ چی جوشی بری توش؟ قسمت قازها مدل های مختلفی داره این قاز و مرغابی ها. یا کیه مامان؟ آره مامان گیر نکنی اولا. یه ویو کلی از این دریاچه یه اردک های مختلف. یا کریم های خوشگل طوری گردنش یه حلقه است، اینه گردن من نمیدونم این چیه. خیلی پاهاش ناجوره. اسمش چیه؟ رنگش آبیه، هفت رنگه.
خیلی بامزه است. قرقاولای خوشگل. سلام، چقدر تو خوشگلی. بچه ها اینو نگاه کنید، شکل پرنده های بهشتیه، اینقدر خوشگله. گردن و سینش آبیه، اصلا رنگش توی ویدیو نمیفته، اینقدر زیباست. بچه ها اینجا یه دسته توتی هست، با هم دیگه پرواز کردن، نشستن. چه قشنگ. کدوم کدومو؟ خیلی قشنگ هست سامی. بچه ها من عاشق این اردکه شدم، خیلی خوشگله. کجا میری؟ بیا. خیلی خوشگلی تو. کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجا میری؟ چه به توتی ها میرسی؟ میمان یعنی چی؟ جواب دقیق میخوایم ما. چیزها اینجا رو تابلوها نوشته ولی ما نمیتونیم یه سریاش رو ببینیم. کجا فرار میکنی؟ نیام. واو هفتش به به تابوت آبی. نماسته. بیاید پایین بچه ها، بیاید پایین بچه ها. این قسمت ماکته یه سری از شهرهای مختلف رو گذاشته، سن پترزبورگ و دیوار چین و برج ایفل و برج پیزا. این آرامگاه حافظه. یه جایی داریم تو روم؟ پرسپولیس مال ایرانه. نه یه قسمتی داریم، نمیدونم بچه ها. شما بگیدین چیه، شما به ما بگیدین چیه. بچه ها بچه ها اینجا دریاچه است، وای مشی بسیار کمیاب. خوی معمولی هم هست کبوتره رو. نظر چیه؟ خیلی زیادن نیتی که تو دریاچه چیه. آون زیباست. جای همه تون خالی بچه ها. به سمت پرندگان شکاری و پرندگان گرمسیری. چیکار میکنی؟ من این پرنده های شکایی رو ببینیم. آفرین. یه بابا بیا شاهین ببینیم. بدو بریم تو قفص توتیا. اینجا دیگه رفتن توی کیک. نمیدونم که حالا صدا خوب بیاد یا نه، ولی دیگه میریم به سمت توتیا. او گای مات شنو کوچیکو. این قرقاول طلاییه، خیلی هم نژاد خاص و کمیابیه، خیلی زیباست. آره توتی برزیلی. بعد اما اقسام و رنگاش اونورم که عروس هلندیه اون ته. بچه ها اینجا هم غرفه عکاسیه، دارن با اکلکتوس و توتی آرا عکس میگیرن. کنن اینجا برای عکاسیه. بچه ها به قفس جغد شاپوف رسیدیم. این جغد بزرگترین جغد دنیاست و بزرگترین پنجه ها رو داره تو همه جغد ها. حتی گاهی دیده شده که به عقاب هم حمله میکنه تو شب. بسیار بزرگه. خب بچه ها من تخصص پرنده شکاری دارم، حالا براتون یه ویدیو مجزم میگیرم ولی در صورت اینا رو نزدیک بهتون نشون میدم. بچه ها اینا شاهین دلیچه است و شاهین لیل به نام علمی چترل فالکون و اون یکی هم اوراسیا هابی. کدوم اون مشکیه که اون پایین؟ آره به اسم شاهین لیل میگن یا این بغلیه. جز کوچکترین شاهین ها میشن و تو هوا هم میتونن درجا پرواز کنن. بچه ها این جغد انباره، جغدی که خیلی همزیستی با انسان داشته و به همین دلیل هم از چه جغد انبار. صورت بشقابی هم بهش میگن و غذاش هم انبار جوندگان کوچک مثل موش و مارمونک و از اینجور صحبت هاست. انگوشم گیر کرد. استوم داریم بچه ها در طول تهیه ولاگ انگوشی. خب بچه ها به قفس عقابا رسیدیم، بریم ببینیم که عقاباشون چه شکلی هن اینجا. این کرکس مصریه، یکی از بزرگترین پرندگان شکاری دنیا. اون یکی هم اگه لونا بگیره سارگپه پا بلند. کدومی که پایین نشسته؟ آره نشسته پایین. اینو میگه از تیره سارگپه ها. خب بچه ها این گلدن ایگل یا همون عقاب طلایی، یکی از بزرگترین عقابای دنیا و بسیار با جرأت و خشن این عقاب. از پشت قفس اونجوری داره نگاه میکنه و میزنه میترکونه، ولی باید مراقب باشید و بسیار زیباست. دوتاشون هم اینجا نشستن، دوتا از این عقاب طلایی ها. البته الان فصل پرریزیشونه، زیاد حوصله مسئله ندارن، از دور زیاد معلوم نیست ابهتشون. بچه ها سارگپه پا بلند زیستگاهش هم ایرانه هم به صورت مهاجر. غذای اصلیش هم موشه. بله تایید که حرفای منو. ای جانم بیا پایین. خیلی بزرگه اینجا بچه ها. دو سه ساعته داریم پیاده روی میکنیم. به به ما ولاگو بی خیال بیبریم اینجا صفا. قازبازی، کافه بازی، اصلا خیلی دنج بازیه. بچه دقیق کرده باشی چه فضا بازه، نگاه کن آسمونو.
بله ولی دقت کرده باشی این قازا همه بازن، لک لک ها و قازا نگاه کن، یعنی باز قاز میبینی؟ ای گفتی چرا؟ چون که اینا برای پرواز کردن به یه مسیر زیادی نیاز دارن که بدون رو آب، ولی اینجا چون برکه ها رو جوری طراحی کردن که نتونن پرنده ها اینجا خارج شن. تو فلامینگو دیدیم، ببین کجان. وای خدا چقدر خوشگله، چقدر زیاده. وای خیلی زیادن. به به بچه ها، یه رنگ صورتی خیلی خوشگلی دارن اصلا. به به چون اینا میتونن پرواز کنن توی قفسن. خب بچه ها، لک لک یا همون پلیکان با این نوکای بلندشون دیگه هوا داره تاریک میشه. یعنی بازن، میتونم پرواز کنم برم ولی نمیتونم پرواز کنم برم. چون جایی که هستن کوچیکه، درسته؟ بعد بدون که بتونم پرواز کنم. عزیز آوی هم ببینیدشون، پلیکان خاکستری. بچه ها اینجا هم قفس عقابه که دیگه میخواد بخوابه. عقاب طلایی است ولی تحت آموزشه، درسته؟ اینجا محوطه یه که عقاب طلایی رو آموزش میدن، ولی خب الان دیگه شبه، وقت استراحتشونه. ساعت چنده ایمان؟ ساعت تقریبا هشته. مربی عقاب هم میشناسمش، مربی عقاب اینجا رو. اینجا بچه ها انبار دونه هاست که برای این پرنده ها غذا نگه می‌دارن تو این انبار. اینجا قفس بزغاله هاست. نمیدونم این وسط چی کار دارن، ولی خب شاید میکشن میدن عقابا بخورن. نه. در نهایت شتر مرغا رو پیدا کردیم بچه ها. آخر مسیر قسمت شتر مرغا ها و پاچ پرندگان. قسمت شتر مرغا رو پیدا کردیم بعد از تلاش بسیار. یکی از حیوانات مورد علاقه من واقعا شتر مرغ، قیافش خیلی دوستم، خیلی بامزه است. این پای بزرگش رو می‌بینید، به راحتی می‌تونه انسانو بکشه. و بسیار حیوان خطرناکیه. اومد از من خوشش اومد. سلام، چه قشنگی اومدی تو. خوبی؟ بیا. خوبی؟ ای چی شد؟ پشیمون شدی؟ خیلی مشکله. خیلی بزرگن ها. شتر مرغ آفریقایی ان اینا. اون چه پرنده نه، اون کلاغ بود. اگه میخوای دیگه با بچه‌ها خدافظی کنم. قبلش حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. یعنی دوستای جای بهتر و جای دیدنی باحالتری بهتون نشون بدیم، حتما تو کامنت ها به ما بگید. و ممنونم تا اینجا ویدیو رو دیدید، کامنت و لایک فراموش نشه. بچه خدافظ. بچه اینجا نماد اهرام مصر رو داره، خیلی خوشگله. سفر به چند تا کشور هم رفتیم تو این ولاگ، روسیه و دیگه براتون بگم روم و مصر رو.